خب سلام بهتون میکنم ایمان عزیز آقا مرسی که اوکی بودیم مصاحبه رو با هم داشته باشیم ایمان از چنل یوتیوب لیویل که قطعا خیلی از شما مخاطبای عزیز اونو میشناسیدش تم مصاحبه فرق داره مصاحبه به صورت پادکستی یه حالت جدیدی از مصاحبه رو میخوایم داشته باشیم و قراره بچه و کلی چیزای جدید از ایمان یاد بگیریم پس دعوت میکنم که حتما حتما تا آخر مصاحبه با ما همراه باشید خب ایمان عزیز در ابتدای مصاحبه اگر سلامی با مخاطبا داری بفرما و بعد بریم سراغ سوالا سلام عزیزم مرسی که منو دعوت کردی من در خدمت هستم هر سوالی هست آقا مرسی از خودت که اوکی بودی آقا ما این ادیت های تو رو میبینیم توی سطح یوتیوب جیگرمون حال میاد لذت میبریم که همچین یوتیوبری توی کامیونیتی فارسی هست و انقدر ادیتای های قشنگی رو واقعا انجام میده خب همونطور که خودت هم دیدی و قطعا مخاطبای ما میدونن قدرت ادیت رو همه ندارن و همه نمیتونن یه ادیتی رو بزنن که مخاطب خسته نشه و تو جزو معدود کسایی هستی که ادیت های بسیار قشنگی میزنی خب آقا اول از همه اگه دوست داری میخوای خودت یه بیوگرافی راجع به خودت هر چیزی که صلاح میدونی از خودت رو بگو به مخاطبا بعد دیگه من بقیه چیزاش رو با سوال از خدمت بپرسم بیوگرافی من دانشجو هم پیش خانوادم زندگی میکنم از رو علاقه اومدم ادیتور شدم و یوتیوبر اگه نمیخواستم این کار رو برم من معلم میشدم یعنی هم الان من معلمم در کنالش دوستش میکاری که خودم انجام بدم ادیتوری و یوتیوبریه و همین دیگه هر سوالی هست بپرس من در بسیارم عالی خب ایمان اصلا این ایده ورود تو به دنیای یوتیوب و دنیای ادیت چجوری بود و چی شد تو وارد این دوتا دنیا شدی خب داستانش این بود که من بازی میکردم و صحنه های که قشنگ بود و ریکورد میکردم میخواستم به دوستام نشون بدم <applause> یعنی من پنج تا دوست صمیمی داشتم حدود دو سال پیش گفت براشون میفرستادم اینا رو مثلا تو این این چیزا گفتم حالا من که مثلا ویدیوش کردم دارم برای اونا میفرستم به جاش کنم تو این اونا بیان ببینن یعنی ایده اولش این بود که من اون ویدیو ها رو پست کنم تا دوستان ببینن بعد دیگه یه چند وقت گذشت دیدم آدم های دیگم نگاه میکنن اومدم توی با گوشی ادیت کردن ایتای خیلی ساده یعنی فقط برش زدن و گوشتن کنار هم و بعدش که یه ذره پیشرفت کردم <تصفح> کار بقیه کارو کار یوتیوبر که خیلی دوستشون داشتم خواستم از اونو تقلید کنم کار رو پیشرفت کردم رفتم بردم سمت فان دیدم خیلی ازش استقبال شد و دیگه کم کم پیشرفت کرد اومد تو پریمیر که حالا ادیتور رو حالا کار سطحش اومده بالاتر ولی سطح اولش که بخواستم شروع کنم از همون این بود که برای دوستان ویدیو بذارم درسته خب خیلی هم خوشحالیم که این عرصه رو اومدی گسترده تر کردی و اومدی وارد هیته ادیتوری ای شدی حالا ایمان یه سوال توی حالا فضای یوتیوب ازت بپرسم آقا تو که ادیت میزنی تا حالا شده کپی هم بخوری آره من گفتم که اول کارم با اینستا بودش اینستا کپی رایت از این موضوع نداشت من تا ده تا فالوورم اصلا تو یوتیوب نبودم به خاطر خیلی ویدیو ساخته بودم اه. وقتی یوتیوب ساختم ویدیوامو گذاشتم اصلا میتونم بگم از 10 تا ویدیو 8 تاش کپی رایت خورد اون موقع چی هست و قبل اینکه مانتایز بشه مثلا برام مهم نبود خیلی ها میان میگن قبل اینکه مانتایز بشن مثلا یارو تازه یوتیوب شروع کرده خیلی دغدغه کپی رایت داره از زمین اشتباه زیاد دغدغه کپی رایت داشتن وقتی آدم مانتایز شد بعد دغدغه داشتش و یعنی اون تو اگه قبل مانتایز شدن بیا دغدغه کپی رایت داشته باشی خیلی از آهنگای خوبو از دست میده یعنی الان تو آزادی که از اون استفاده کنی بیای بالا چون وقتی مانتایز بشی دیگه نمیتونی فرزنم ویدیو بدون کپی رایت تو بسازی قبل مانتایز بعدش که مانتایز شدی مگه چند نفر قراره برم ویدیو قبلی تو ببینن فوقش هزار نفر فوقش شاید دو دلار برای دو دلار مثلا میتونی تو پیشرفته از اون آهنگای خیلی خوبی که کپی داره رو استفاده نکنی برای دو دلار برنزن من من خودم دوباره بخوام شروع کنم قبل مانتایز آهنگای کپی رایت استفاده میکنم بعدش میگم دوباره بدون کپی بسیار عالی این هم یه ایده جالبی بود که میتونه به بچههایی که تازه کارن و میخوان بیان وارد دنیا یوتیوب بشن کمک بکنه حالا خود تو ایمان که هم کار تولید محتوا میکنی هم ادیتور هستی کلا تولید محتوا تو یوتیوب رو بیشتر دوست داری یا ادیت زدن رو حالا میدونم که تولید محتوا قسمتیش ادیت هم هست اما به صورت کلی کدوم یکی از این دوتا فضا رو بیشتر دوست داری تولید محتوا خیلی فرق داره تولید محتوای من کلا ادیته یعنی یه کسی هست ولاگ میگیره اون کار جداست اگه سوالت بهتر بوده که برای من این باشه که ادیت برای خودتو دوست داری یا ادیتور بودن این به نظر من راجع من بیشتر صدق کنه اگه سوالت این باشه من خودم ادیت برای خودمو بیشتر دوست دارم تا ادیتور بودم حالا اون کسی هم که ادیتوره نظرش واقعا قابل احترامه اما تو اگه بر خود ادیت بزنی یه عشق دیگه ای داره نتیجه کارش همش برای خودته یعنی کارت فقط به پول کوتاه نمیشه که تو اون یک کاری داری ادیت میزنی به پول طرفدار پیدا میکنی اگه برای خود ادیت بزنی و به نظرم بهتره من خودم ادیت برای خودم و بیشتر از ادیتوری دوست دارم بسیارم عالی حالا بازم یه سوال بپرسم برای بچههایی که حالا چه خودشون یوتیوبر هستن چه میخوان بیان وارد دنیا یوتیوب بشن همونطور که خودت هم قادت هم باید قبول داشته باشی دو تا گول خیلی جلو خیلی بزرگ جلو پای همه یوتیوبرا هست یکیش 100 تا سابسکرایب اوله و یکیش هم هزار تا سابسکرایب اول تو خودت چیکارا کردی که تونستی این دو تا مرحله رو بگذرونی و چه توصیه برای بچه ها داری که این مسیر براشون راحت بشه خب در مورد 100 تا سابسکرایبر اول من چون اولش با اینستا شروع کردم یعنی ده هزار تا دوازه هزار تا اینستا فالوور داشتم خیلی سریع سطح اول گرفتم و کسی هم که به نظرم میخواد سریع پیش رفت کنه راهش هم همینه راهش این نباشه که تا ویدیو میذاره ادامه شو همون موقع بگه بره یوتیوب ببینید یارو یعنی مثلا 10 تا فالوور داره یه دقیقه ویدیو اینستا میذاره میگه ادامهش تو یوتیوبه اینطوری کسی ترغیب نمیشه بره ببینه اول به نظرم یه شخصیتی آدم بسازه تو هر زمینه حالا در مورد یوتیوب یه شخصیتی از خودش توی این استاپ بسازه <applause> بعد بره یوتیوب کارهای بهترش یوتوب ارائه بده این به نظر من خیلی راه پیشرفت سریعتریه به خاطر همین من صد تا حساب اولو خیلی راحت گرفتم مثلا خودمو نفهمیدم چی شد <applause> اما موقع 500 تا رسیدن دیگه از اونور خیلی سخت شد یعنی من یادم کم تو اصلا کم و یکی از روشایی که من خیلی سری اومدم بالا این بود که با آدمای مشهور کار کردم ادیتورشون بودم از اونا پروموت گرفتم و مشکلاتی که حالا درامایی که با بعضی از یوتیوبرا بود و اونم خیلی کمک کرد این دوتا خیلی من کمک کرد که من صد هزار تا اول بگیرم خیلی هم عالی بسیار خوب خب حالا از نظر خود تو که خودت ادیت هم میزنی به نظرت بهترین ادیتور الان توی کامیونیتی فارسی کیه چون ادیتورهای مختلفی و میخوام ببینم تو خودت با سلیقه کی بیشتر حال میکنی من خودم تو کامنتی فارسی کسی و ادیتور خیلی قوی نمیدونم دو سه تا هستن مثل مدرزک و اه... راکت چیه اسمش هم میدونم ادیتور آریا این دنجر راکت آره. من این دوتا خیلی مطرح مطرحن اما من کارشون رو در حد ادیتور خیلی خوب که آرزوم باشه مثلا باشم نه نمیدونم کامنت ایران من قبول ندارم از لحاظ ادیتوری اما از لحاظ دنیا بگی خیلی هستن که آرزوم من مثل اونا بشم اسمشون هم بوزنبان چه دیگه درسته یکی دیگه هم هست فینزاره این ستا رو من آرزوم مثل اوناشم از لحاظ ادیتوری ایشالا که یه روز بهشون میرسی و قطعا ردشون هم میکنی داداش چرا که نه حالا به نظر تو بزرگترین اشتباهی که یه ادیتور موقع ادیت زدن میتونه داشته باشه چیه؟ بزرگترین اشتباه حالا بزرگترین اشتباه یه ادیتور رو میخوام بگم که بیشتر کانتنت کریتور را میخوان ادیتور انتخاب کنن میگن برامون نمونه کار بفرست یه هفته دو هفته مم. زمان میدم برای نمونه کار حالا ادیتور میاد یه هفته روی ویدیو صبح تا شب کار میکنه میفرسته برای مثلا اون کانتنت کریتور کانتنت کریتور میگه اه چه ویدیو قشنگی شده قبولش میکنه الان اینجا اون ادیتور بعد بزرگترین اشتباهو کرده چون کانتنت کریتور علاوه بر اون کیفیت زمان مهمه برات ویدیو رو صبح میفرسته فردا صبح میخواد شب میفرسه فردا صبح میخواد تو که وقت نداری یه هفته کار کنی بیشتر ادیتور هم که شما میبینید عوض میشن مثلا استریمر ها و یوتیوبر ها یه ماه یه بار دو ماه یه بار معمولا ادیتور عوض میکنن دلیلش همینه امه. یارو میاد با شروع شوق اولش کلی ادیت میزنه رو ویدیو بعد میبینه نمیتونه یعنی اون ویدیویی که اول داده رو بخواد دوباره بسازه اصلا نباید دیگه زندگی کنه به هیچ کارش نمیرسه آره. از اون کار میاد بیرون دوباره استریمر میره دنبال ادیتور یه... یوتیوبر میره دنبال ادیتور دیگه به خاطر این همه فکر میکنن که اون کانتنت که ادیتور عوض میکنه نره که ادیتور, کارش بد بوده در صورت که این نبوده ادیتورت کشیده کنار یعنی جا زده بزرگترین اشتباه هم یعنی برای نمونه کارم میخوان ویدیو بدن به یه روز بعد روش کار کنن حالا چه خوب شد چه بد شد آره صد درصد باید موافقم و این شرایطه باید یه ذره بهتر باشه تا به قول تو ادیتورا بتونن راحت تر کار کنن حالا اگه موافق باشی میخوای یه مقدار راجع به حالا به خاطر داستانی که وجود داشت یه مقدار راجع به علی بروکس و حالا ادیتورایی که داره و ادیت ویدیوهاش اگه دوست داری برامون صحبت کن علی بروکس برای خیلی وقت پیشه یعنی برای چهار ماه پیشه فکر کنم و امه. من قبلش ادیتور سوگنگ بودم بعدش دیگه ادیتورش نشدم و میخواستم حالا باز تون حالا هوا بودم که ادیتور بشم و چند نفر میخواستم یکیش آها. علی بروکس بود یکیش اورکا بود کنم همین دوتار یادمه علی بروکس اولیش بود من همون اشتباه نمیدونستم دیگه یه هفته روی ویدیو کار کردم براش فرستادم و نمیدونم چرا علی بروکس اون ویدیو رو خیلی نقدهای اشتباه و مثل این اسم من جای شنیده بود نمیدونم نقداش خیلی اشتباه بود در <applause> حال من یه ویدیو در ساختم جلست. و این دلیل نمیشه که من از علی بروکس بدم بیاد یعنی خیلی الان من باش صحبت میکنم میگن که علی بروکس ازش بد میگن میگه من, من ازش بدم نمیاد من اصلا کاراشو دنبال نمیکنم ولی اون ویدیو به نظر من اشتباه بود و الان هم ویدیو رو پاک کرده ویدیو <تص> ویدیوی همون ویدیویی که من صحبت پاک کرده از چنلش ادیتوراشم نه کنید بگم تو مدرسه اگه تو یه کلاس یه دونه دانش, آموز درس رو بیفته میگن مشکل از دانش آموزه دو تا بیفته میگن مشکل دانش آموزه <applause> اما اگه توی یه کلاس همین طور همه دانش آموز همه دانش بیفتن یه درس رو، دیگه مشکل دانش آموزا نیستن مشکل اون معلمه اگه یکی میاد همینطوری پشت سرم ادیتور عوض کنه مشکل ادیتور نیست بنظر مشکل خود کانتنت حالا چه از لحاظ سختگیری چه از لحاظ محتوا یه جایی کار مشکل داره که وگرنه چرا هر ماه بعد ادیتور عوض کنه بعد یه سال همه نتونه ادیتور خوشو رو پیدا کنه من در این مورد این همچین فکر می کنم حالا شاید هم فکر من اشتباه باشه درسته خب توضیح کاملی بود و چه ویدیو جالبی هم درست کرده بودی حالا راجبه اون داستانی که با علی بو اتفاق افتاده بود و خیلی به نظرم جالب اومدی بهش توی اون ویدیو خودت صحبت کردی حالا تو توی کامیونیتی فارسی دراما هم داشتی با کسی؟ آره اسمش نمیخوام بیارم چون دوست داری بگی؟ نه ارزش برد. بردن نداره اما آره بوده اوه خیلی هم عالی آدم ها رو نباید بله. اسمشو نباید. خب اوکی خیلی هم روش زوم نمیشیم میریم سوال بعدی میخوام ببینم که حال و هواس با کامنت هایی که میگیری چجوریه آیا تو هم توی کامنت ها ترول یا هیت میشی یا نه بیشتر نظرات مثبت البته همه ی آدم هایی که تولید محتوا میکنن بالاخره بعض وقتا ترول میشن هیت میشن میخوام ببینم داستان تو چجوریه با این قضیه کامنت ها ویدیو هایی که فقط ادیت باشه مثل ویدیو ماینکرافتی که من گذاشتم کامنت هیت نداشت یا میتونم بگم مثلا از هزار یکی دو تا بود اما یه ویدیویی که من م. از استریمر و یوتیوبر استفاده میکنم خیلی هیت میشه و مثلا من همین دیروز سه تا پست اینستا گوشته بودم انقدر کامنت هیت داشت درباره اون کسی که استفاده کرده بودم همشو پاک کردم حالا دلیلم داره که من از اونا استفاده میکنم از یوتیوبر استریمر چون الان کامنت یه جوریه تو بخوای کانتنت سالم بسازی کسی نگاه نمیکنه کار حالا تو اگه داخلش یه کس معروف یا بیاری هم ویو میره بالاتر هم کارت دیده میشه کامیونیتی الان اینطوریه میتونی قبول کنی که هره. از بقیه استفاده کنی هیت بخوری یا نه میتونی همون ویو کمتو داشته باشی همش مثلا عشق و دوستت داشته باشن فعلا من خودم تصمیم نگرفتم که از بقیه تو ویدیوم استفاده کنم یا نه کسی استفاده نکنم ولی دیروز امروز یه ذره دو دل شدم حالا باز بعدش فکر کنم خیلی خوب حالا سوال بعدی که میمونه اینه که الان تو شغل اصلیت یوتیوبر بودن و ادیتور بودنه یا نه به عنوان شغل دومت این کار نه این شغل دومه شغل اول گفتم من معلمم و یکی دو سال دیگه باید برم <applause> سر کلاس یوتیوبریه ادیتوری من گفتم میخوام ازش بیام بیرون چون گفتم ادیت برای خودم بیشتر دوست دارم شغل اولم معلمیه دوستم. و شغل دومم که بهش علاقه داشته باشم یوتوبری و ادیت برای خودم خیلی خب حالا تو خودت حالا خیلی داریم راجع به ادیت صحبت میکنیم دلیلش هم اینه که تو خودتی یه ادیتور خیلی خوبی هستی بخاطر همین بیشتر داریم راجع به این مسئله صحبت میکنیم و چیز بعدی که میخوام ازت بپرسم اینه که تو آینده ادیت ای رو حالا توی ایران راجع به صحبت میکنیم چطور بینیم ببینید هر چیزی که شما تولید کنی به هر شکلی که باشه بخواد دیده بشه باید ادیت انجام بشه روش یا حتی آهنگ هم بخواد تو یوتیوب باید ادیت انجام بشه یه فیلتری که همه بخوان نخوان بهش میرسن ادیتوری یه کار خیلی اگه بهش عشق به ورزی مهارت کسب کنی یه کار خیلی پول در بیار و آینده داریه و میتونیم به شغل اول تو اگه هر روز مثلا بر دو نفر ادیت کنی از یه کاری که مثلا یارو دانشگاه بره تحصیل کنه 7 8 سال عمر شده شاید همونقدر پول در بیاری پس کار خیلی خوبی آینده خیلی خوبی داره چه تو ایران چه تو بین الملل ایران البته توش کمتر یه ذره حق ضایع میشه برای ادیتورا چون نه هر کی یه کات میزنه میشه ادیتور مدرک خاصی نداره یعنی جایی خاصی نیست که تو بخوای از اونجا فارغ و تحصیل بشی در ادیت هر کی خوش میگه ادیتور به خاطر همین تو ایران زیاد به اهمیت نمیده. درست برای کسی هم ادیت بخوای بکنی پول چندانی هم بهت نمیده هیچ هم فکر نکنم درصدی کار کنه چون نه کن تو یه ویدیو کانتنت کریتور رکورد میکنه 20 دقیقه ادیتور باید بیاد 9 ساعت 10 ساعت روش وقت بذاره تا یه ویدیو و پولی که ادیتور میگیره خیلی کمه تو ایران تو بین الملل نمیدونم اما تو ایران خیلی کمه اما بازم میگم اگه بخوای به صورت شوق بهش نگاه کنی بازم میتونی اون پول اون کسی که تحصیل کرده به جای رسنه همون قرار در بیاری اما پولش میتونه بیشتر هم باشه به هنرت هم ربط داره که چی ارائه بدی برای کاننت اما به نظر من تو ایران یه ذره زر... حق ادیتور زایه میشه آره و کاملا با موافقم سر اینکه شاید از بیرون کسی که نگاه میکنه فکر میکنه اون تولید کننده محتوای خیلی تایم گذاشته در صورتی که اون ادیتوره که تایم زیادی رو گذاشته تا بتونه یه ویدیو رو تبدیل کنه حتی به یه دونه ویدیو پنج دقیقه‌ای یا شیش دقیقه هر چی و اون هنر ادیتوره که خیلی به نظر من ارزشمنده که باعث میشه محصول نهایی خیلی محصول با کیفیتی باشه حالا یه چیز سلیقه‌ای میخوام ازت بپرسم در مورد دنیای یوتیوب حالا چه یوتیوب فارسی چه یوتیوب بین و اونم اینه که از نظر تو حالا چیزی که تو خودت بیشتر باش حال میکنی بهترین یوتیوبر و بدترین یوتیوبر کیه تو ایران و تو خارج بهترین یوتیوبر من از یوتیوبرهای ایرانی خوشم نمیاد چون همشون دنبال پولن و زیاد علاقه ندارن اکثریتشون من مهم. تو ای بدترین رو که نمیشه گفت تو ایران بهترینشون فعلا به نظر من ها میا پلیزه ولی اونم باز مشکلاتی داره تو بین خیلی آسانتر این حرف زدن همونهایی که من گفتم مثلا اسمای که بعد ادیتور رو بردم اونا هم ادیتور هم کانتنت کریتور هم یوتیوبر دیگه من هم رو بهترین میدونم فیرلس و بوزنبانچ فینزار من این ستاره تو بین دوست دارم تو ایرانم یا پلیس فعلا بدترم که بد زیاده دیگه نمیشه اسمم خیلی خب آقا حالا به عنوان یه جمعبندی بخوایم داشته باشیم تو توصیت به بچه های تازه واره چه توی زمینه ادیت و چه توی زمینه یوتیوبر شدن و تولید محتوا چیه؟ تو زمینه ادیت اگه واقعا دوست داشته باشه یه کسی به ادیتور حالا اگه ادیتورم بخواد بشه من اینو در مورد ادیتور شدن یادم رفت بگم ادیتور شدن شاید پولش کمتر باشه نسبت به کانتنت کریتوری اما تو با یه کسایی در ارتباط میشی با یه کسایی حرف میزنی که آرزوت بوده باشون در ارتباط بشی خب من خودم شخصا هیچ وقت فکرشو نمیکردم با ورکا حرف بزنم چه بس باش ویدیو بدم اما اگه ادیتور نبودم هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد با کسی مثل ادمیرال سدوسکی اینا هیچ وقت نمیتونستم حرف بزنم میشه بهش یه پل ارتباط با کسایی که آرزو نگ... آرزوتونه نگاه کرد این برای ادیتوری حالا کسی که میخواد ادیتور بشه اگه واقعا عشقش داشته باشه با دیدن ویدیو با تلاش کردن خیلی راحت میتونه این کار برسه پولش هم گفتم از خیلی از کارهایی که زحمتشون خیلی بیشتره بیشتره تو ایران حالا آینده جلوتر شاید پولش هم بیشتر بشه و این توصیه من که اگه واقعا دوست دارید ادیتوریو ادیتو دوست داری اول ببین میخوای چی کار کنی میخوای برای خودت ادیت کنی یا برای دیگران اگه برای دیگران اگه کارت خوب باشه انتخابت میکنه اگه برای خودت پشت کار داشته باشی موفق میشه باید به علاقت دنبالش بری موفق میشه بسیارم عالی من سوالی که ازت داشتم ایمان تموم شد حالا به عنوان حرف پایانی خودت اگه فکر میکنی چیزی از قلم افتاده یا راجع به چیز خاصی میخواستی صحبت بکنی توی سوالای من نبود ما سرتاپو گوشیم نه عزیزم سوالات کامل بود فکر نکنم چیزی من دو باشه خیلی ممنون که منو دعوت کردی وقت گذاشتی امیدوارم موفق باشی زنده باشی مرسی از تو ایمان عزیز که اوکی بودین مصاحبه رو با هم داشته باشیم میدونم که سرتم هم خیلی شلوغ بود تایم محدود بود اما خیلی خوشحال شدم که تونستیم این مصاحبه رو داشته باشیم و حالت حالا این اصطلاحا پادکست و یه جورایی با هم داشته باشیم من که خودم به شدت لذت بردم همینطور تشکر میکنم از تمام مخاطبایی که تا اینجای برنامه با ما همراه بودن و ازتون دعوت میکنم که حتما حتما چنل یوتیوب ایمان آدرسش داخل دیسکریپشن این ویدیو نوشته شده حتما سابسکرایبش بکنید چنل یوتیوب پرشین آکادمی هم سابسکرایب بکنید و این نکته رو به یاد داشته باشید که سابسکرایب بدون زنگوله فایده نداره پس زنگوله هر دو تا چنل هم بزنید من به شخصه از تو ایمان عزیز و همینطور همه همین مخاطبا خدافظی میکنم